داده بود، یه تغییرات عجیب و غریب در من به وجود آورد که تحمل بعضی چیزاشو نداشتم. در اون تلویزیون اولیه که من کار میکردم، به اصطلاح برنامه میساختم، با یک خانم روانشناسی آشنا شدم که نمیدونم چرا همون روزای اولی که من با ایشون آشنا شدم احساس کردم که میتونم درد و دلهامو و ناراحتیامو با ایشون در میون بذارم. خب میدونید تو این شهر خیلی ها ادعا دارن که روانشناسن و خیلی ها میان در تلویزیون ها برنامه اجرا میکنن، نمیدونم کنفرانس میذارن، سمینار میذارن. میونه این همه آدمایی که من میشناسم، من در وهله اول همیشه گفتم به دکتر هولاکوی خیلی علاقه دارم، هم علاقه شخصی دارم و هم خیلی چیزاشو میپسندم. بعد از دکتر هولاکوی که من در اونجا میدیدم که ایشون بعضی وقتا در جاهای دیگه برنامه اجرا میکنن، در رادیو اکثرا، و که با این خانم آشنا شدم، خانم دکتر نوشین ثابتی، احساس کردم که خیلی راحت میتونم با ایشون راجع به مسائل شخصی خودم، راجع به مسائل جوانها در ایران، راجع به وقایعی که برای بعضی از ایرانی‌ها در غربت پیش اومده، درد دل کنم. صحبت‌های من با خانم دکتر ثابتی به من خیلی آرامش داد، همینان گرام. و اینایی هم که میگم نه تبلیغه، چون روش من حتما همه شما میدونید همینان گرام. من مطلقا در صحبتایی که میکنم، مهمانانی که دعوت میکنم، مسئله تبلیغ و اینی که یک آگهی باشه و اینا نیست، وجود نداره. همه شما منو میشناسید. بنابراین من اگر کسی رو دعوت میکنم به برنامه‌ام، با علم به این که شناسایی دارم ازش و به کارش اعتقاد دارم، این کار رو انجام میدم. حتی ممکنه یه عده خوششون نیاد یا عده خوششون بیاد، برای من مهم اینه که تشخیص من به عنوان یک برنامه ساز در این برنامه‌ای که 4 روز در هفته در تلویزیون پارس دارم، چگونه بتوانم مهمانانی رو دعوت بکنم که دردی رو از این دردهای متعدد جامعه ما دوا بکنه، یا حداقل یه راهکاری برای این دردها داشته باشه. بنابراین دعوت کردم از خانم دکتر نوشین ثابتی در برنامه امروز خودم. خیلی سوال دارم از ایشون راجع به جوانهای ایران، راجع به مشکلات میهنمون، راجع به زنان، راجع به مردان. اینا همه در یک برنامه نمی گنجه. تصمیم گرفتم ماهی یک بار از خانم دکتر ثابتی دعوت کنم در برنامه و ایشون بیان راجع به این مسائل مبتلا به جامعه با ایشون صحبت بکنم. اولین برنامه رو امروز قرار گذاشتیم که با خانم دکتر ثابتی صحبت بکنیم. دیدم می‌خواست شب‌ها ایشون بیان، ولی بعداً فکر کردم برنامه روز من عده بیشتری در اروپا، در نمی‌دونم استرالیا، در کانادا، در خود آمریکا و در ایران، در میهنمون، شنونده و تماشاچی داره. بنابراین بهتره که این مسئله رو در روز، در برنامه روز خودم با خانم دکتر نوشین ثابتی در میان بذارم. خانم ثابتی خیلی ممنون. قربان شما، متشکرم. شما آنچنان بنده رو غافلگیر کردید و کار بنده رو با محبت بی‌شایبه‌ای که نشون دادید سخت‌تر و سخت‌تر کردید. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، سپاس می‌گم از شما فرد میهن دوست که همونجور که فرمودید با مشکلات بسیار هر روز کمر همت می‌بندید و به کمک و یاری همه ما میایید. من نخستین برنامه را از تلویزیون پارس شروع کردم حدود 12 سال پیش و الان بعد از سال‌هاست که دوباره به دعوت و محبت شما برمیگردم و اصلا توقع نداشتم که این مسائل رو بفهمید. سپاسگزارم. اجازه می‌خوام ازتون که راجع به تحصیلاتتون صحبت بکنیم. اول که همین من میدونم همینان ما برای اینکه آگاه باشن شخصیتی که با من در این برنامه شرکت میکنه چگونه تحصیلاتی داشته و چه مراحلی رو طی کرده، ازتون سوال میکنم تحصیلاتتون در امریکا بوده یا در ایران بوده، یا کی به امریکا آمدی، چند سال در اینجا اقامت دارید؟ من 32 ساله در امریکا هستم. تمام تحصیلاتم، تحصیلات دانشگاهی عالیام در امریکا هست. لیسانسم رو در روانشناسی گرفتم، 2 فوق لیسانس در روانشناسی مشاوره و عرض کنم که روانشناسی آموزشی گرفتم و دکترام رو در کلینیکال سایکولوژی یا روانشناسی بالینی دارم و حدود 12 سال هست که خدمات خودم رو برای جامعه ایرانی از طریق برنامه‌های تلویزیونی و گاه نوشتن و گاه رادیویی
ارائه دادم، به دلیل اینکه جناب فرجی عزیز همونجوری که بارها به شما عرض کردم، ما دیگه نمیتونیم بیزنس از یوزوال داشته باشیم. مثلا تک کلام منه در برنامه ها، یعنی نمیتونیم به صورت عادی زندگی کنیم وقتی که مملکت ایران به اون صورت هست و مردم ایران در چنین شرایطی زندگی میکنن. در کنار اینکه خب کارم رو ادامه میدم، کار پروفشنالم رو، ولی امیدم این هست که بتونم خدماتی، راهگشایی شاید گاهی برای دوستانمون در داخل ایران داشته باشم. خانم دکتر ثابتی، من بارها از خودم سوال کردم با این شرایطی که الان در ایران هست، حالا خود شما خیلی آگاه هست، من حالا یه فهرستوار اشاره میکنم. جوانهای ما اجازه ندارن موسیقی تعلیم ببینن، کلاس های موسیقی رو تعطیل کردن، کلاس های شعر و شاعری رو هم که دیدید جمع میشن یه عده شعر میکنن، خانم هیلا صدیقی، آقای نمیدونم فلان، اینا که میان در اونجا شعر میکنن. خب شعر هم که همش نمیشه راجع به وصف اهل بیت باشه که، بالاخره در اشعار راجع به عشق، راجع به زیبایی، راجع به طبیعت، راجع به اینا صحبت میشه. جمهوری اسلامی جلوی اینا رو میگیره. دانشجوها در دانشگاه شروع کردن فعالیت سیاسی، میریزن میزننشون، کتکشون میزنن. در ضمن تمام اون زیبایی هایی که در همه جای دنیا در محیط های دانشگاهی هست، مال ما رو تبدیل کردن به قبرستان. یعنی دانشگاه به جای اینکه محل تعلیم و تربیت باشه، شده روزای جمعه، نماز جمعه و قبرستان شهدای گمنام. یه مقداری قبر آوردن اونجا گذاشتن که بشینن دائم اونجا عزاداری کنن. اینا مال محیط های کارگری هم که خفقان هست، دیش های تلویزیونی رو که جمع میکنه، تئاتر مورد یورش رژیم قرار گرفته، سینما بایستی شما از نوکران رژیم جمهوری اسلامی باشید که مثل آقای مسعود دهنمکی از شاغوکشان رژیم باشید، وگرنه اگر مخالف این رژیم باشید مثل جعفر پناهی یا جاتون تو زندانه، یا برای 20 سال اجازه ندارید رشته هنری خودتون رو تعقیب بکنید. حالا علاوه بر این کامپیوتر رو کند کردن، برای اینکه مردم نتونن، جوونا نتونن از طریق کامپیوتر وقایعی که در دنیا اتفاق میفته تعقیب بکنن. و و و و من میتونم هزاران مورد دیگه، اگر قلوف نباشه ده ها مورد دیگر رو بگم که این جوانهای ما رو مورد فشار و فشار و فشار بیشتر قرار میدن. خب در یه همچین شرایطی شما به عنوان روانشناس برای مردم میهن ما این موضوع روشن بکنید که این جوانها اگر به طرف جنایت و نمیدونم فحشا و اعتیاد و این نوع کارا نرن، چی کار باید بکنن تو از این منجراب خودشون رو نجات بدن و بتونن یک زندگی طبیعی داشته باشن؟ خوشبختانه جوانهای ما که ما رو سورپرایز کردن، واقعا دو سال پیش تصور میکنم، ما هیچ کدوم توقع چنین جهشی و چنین عرض کنم که راهکاری رو که اونها به ما نشان دادن نداشت. این نشان دهنده اینه که انسان به طور طبیعی جناب فرجی به طرف خوبی ها میره، زیبایی رو دوست داره، آزادی رو دوست داره و نیاز داره که از امنیت برخوردار باشه، نیاز داره همونجور که فرمودید در چنین عصری با تمام جهان بتونه نزدیک باشه از طریق اینترنت و غیر و غیره، که اینها به قول شما یک فرکشن، یک درصد بسیار کوچکی از مشکلاتی هست که در ایران و مخصوصا در راه سر راه جوانانمون هست. اما برگردیم به صحبت این که چی عادی هست و چی غیر عادی هست از نظر روانی. ببینید افرادی که دست به خشونت میزنن، دست به کشتن میزنن، دست به ستم و ظلم و شقاوت میزنن، دچار بیماری هستن و بیماری ها الان شناخته شده هست، یا افرادی هستن که دچار ضربه های مغزی شدن و بیماری های جدی روانی دارن، روان پریش هستن، در زبان علمی روانشناسی بهشون میگن یعنی جنون دارن، یا افرادی هستن که دچار پرسونالیتی دیسوردر ها، یعنی بیماری های شخصیتی هستن، یعنی اشخاصی هستن که خودشیفته هستن. نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر یکی از اون بیماری های بسیار سختی هست که در متاسفانه قسمت حاکم یا حاکمین ملت ایران در ایران الان به شدت ملاحظه میشه و اینها کسایی هستن به دلیل اینکه وسیله هدف وسیله رو براشون توجیه میکنه و این وسیله جان انسان ها میتونه باشه و به راحتی دست به از بین بردن انسان ها میزنن، افراد بیمار هستن.
صحیح. افرادی هستن که نیاز به درمان دارن، اما این گونه افراد به دلیل بیماری هایی که دارن همچنان از گرفتن کمک احتراز میکنن. کسانی هستن که در کودکی خودشون صدمات جدی خوردن، اشخاصی هستن که مانند هیتلر، یعنی هیتلر رو چون بسیار بر روی هیتلر و شخصیت او عرض کنم که مطالعه شده، شاید یکی از بهترین مثال ها همیشه در بیماری خودشیفتگی که اکثر متاسفم عرض کنم بزرگان سیاست به این بیماری گرفتار هستن، خودشیفتگی است و او نمونه بارز است. اما در یک انسان سالم به طور طبیعی علاقه به رشد هست، علاقه عرض کردم به آزادی هست، علاقه به محبت هست، به زیبایی هست، به داشتن چیزهایی، به داشتن علم هست. و بچه های ما که دست پدر مادرها درد نکنه اینجا باید گفت، در تمام با تمام اون شرایط خناق و خفقانی که در ایران هست، بچه ها رو تونستن به نوعی نجات بدن، اکثرا عرض میکنم. و بچه های ما گل هایی هستند که جهان رو یا ریشه در خاکی دارن که اگر بهشون فرصت داده بشه جهان رو متحول خواهند کرد. شما ببینید این قلوف نیست، این عرایزی که بنده میکنم به راحتی میتونید با یک کلیک به قول معروف از روی اینترنت شما توجه کنید، ببینید که ایرانیان خارج از کشور، بچه های ما، جوان های ما در خارج از کشور چه کردن و چه میکنن. ما از بین برای مثال دانشمندانی که در ناسا هستن الان تعداد کمی انگوش شماری رو ما میشناسیم، جامعه میشناسه، ولی از این نخبگان در خود ناسا بیشمارند که ما نمیشناسیم و حاضر نیستن یا به دلایلی حالا در خود ناسا افراد همدیگر میشناسن. از خود جناب دکتر نادری و دیگر دوستان شما سوال بفرمایید میبینید که بسیارند. در علوم هنری، در هنر، در علوم سیاسی، در علوم انسانی، پزشکی عرض کنم که و و و که بسیار هست که میشه وقت بر شمارد و از حوصله این برنامه خارج هست. بچه های ما زمانی که به جای حاصل خیز که میرسن، زمین حاصل خیز یعنی آزادی، یعنی همانا آزادی، یعنی همانا محیط آماده و احترام به کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر، این چنین میشکفن. بچه های ما حتی در داخل ایران میبینیم که به چه شدتی رو به دانش آوردن، تحصیل میکنن، مخصوصا بانوان و دختران ما بیشترین در صدر دانشجویان عالی مملکت رو چیز میکنن. و خوشبختانه من این رو با تمام، با اینکه سیاستمدار نیستم و سیاست چیزی سرم نمیشه، در کنار خبرنگاران و سیاستمداران که میشینم چیزهایی رو یاد میگیرم، تغییر نزدیک و غیر قابل اجتنابه. به زودی ایران متحول خواهد شد، متحول یعنی زیر و رو خواهد شد، یعنی حکومت انسانی، حکومت که به حقوق بشر در جهان امروز بتونه احترام بذاره، انقریب هست که به همت همه ملت ایران و میهن پرستان و جوانان ایران انجام پذیر خواهد بود. من فکر میکنم که در حال حاضر جوانهای ما باید به انگیزه هاشون متوجه بشن. انگیزه جوان پیشرفته، تحول، سازندگی است و اینها رو باید مد نظر داشت و هر روز در خودسازی، در خودسازی درسته. غیر از خودسازی ببینید، شما در این حال که خودتون رو میسازید، وقتی متوجه وظیفتون میشید و به خدمت دیگران خودتون رو میگمارید، والنتیر یعنی داوطلبانه، اون خودسازی شدت سریعتری میگیره چون از خودتون بیرون میاد و توجه میکنید به نیازهای دیگران و جامعه. همین کاری که جوانهای ما دارن کامل. انجام میدن کامل. به طرق مختلف. پس این داره اتفاق میفته. اما من فکر میکنم اگر یک کمی دیتیل تر یا به صلاح دیتیل چی میشه به فارسی؟ من که انگلیسی نمیدونم. نه میدونید، یعنی جزئی تر به مسائل، به صورت عمیق تر نگاه کنیم، این هست که هر جوانی برای خودش، برای سازندگی ایران از همکنون خودش رو آماده کنه و ببینه چی در چنته داره، چه میتونه عرضه بکنه
و در کار و حرفه‌ای که هست اون رو تقویت کنه و برنامه ریزی کنه و برنامه سازی کنه برای اینکه به زودی باید این مهارت‌ها رو به کار بگیره و باید ایران رو بسازیم همه با هم. و من فکر میکنم این انگیزه بزرگی است برای من و شمایی که بنده 32 سال خارج از کشور و شما همچنین سالیان سال من 37 سال. عشق به میهن، عشق به میهن، عشق به ایران راه ها رو باز میکنه، راه میگشاید و ابزار کار ما خواهد بود برای رسیدن به هدف نهایی و قایی و عالی، همانا آزادی، همانا حقوق بشر، همانا به دست آوردن کرامت انسانی که متاسفانه برای انسان و جان انسان و شرافت و کرامت انسان در حال حاضر در ایران حکام وقت هیچ گونه ارزش رو ارازل و باش بله چیزی ندارم. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر ثابتی. من در پایان از سامان خواهش میکنم یک کلیپی هستش که من دیشب در برنامه پخش کردم، عده زیادی از من خواستن که در یکی از برنامه دیگه هم این کلیپ رو تکرار بکنم. کلیپی است که راجع به بهار عربی در کشورهای عربی که مردم بسیار زیبا قیام کردن، من دیدم یک ترانه فارسی هم روش گذاشتن با زیرنویس. از سامان خواهش میکنم این زیرنویس پارس و اسم من و اینا رو حذف بکنه، چون اون زیرنویس میفته پایین کسی نمیبینه. دیشب هم همین اتفاق افتاد. این ترانه رو همین انانی گرامی براتون پخش میکنیم، این کلیپ رو براتون پخش میکنم. بسیار زیباست، به عربی و فارسی خونده شده و در همین جا هم از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. متشکرم. خیلی ممنون. برای دیگر بحث جالبی بود. من با خانم دکتر ثابتی این بحثا رو ادامه خواهم داد ما یک بار و توجه شما رو جلب میکنم به این کلیپ. خدا نگهدار. زنده باد آزادی همه انان گرامی. پاینده ایران. پاینده ایران.